سلام به شما دوستای گلم در رادیو سلامت امیدوارم حالتون خوب باشه من پگاه هستم با ویدیوی دیگه در خدمت شما عزیزان تقویت دستگاه تنفسی با راهکارهای ساده با من همراه باشین و لایک و سابسکرایب کردن ما رو هم فراموش نکنید با توجه به شیوع ویروس کرونا، تقویت ریه ها و دستگاه تنفسی اهمیت ویژه‌ای برای حفظ سلامت بدن دارد. راهکارهای زیادی برای تقویت سیستم تنفسی بدن وجود دارد که در ادامه به شش مورد از آنها اشاره می‌کنم. نوشیدن مداوم آب همه میدانند که نوشیدن مقادیر زیاد و کافی آب برای حفظ سلامتی از اهمیت بالایی برخوردار است. تامین آب بدن نقش مهمی در حفظ سلامت ریه ها دارد. همچنین نوشیدن آب به رقیق شدن ترشوهات مخاطی که به طور طبیعی هر روز در ریه های شما تجمع و میابند کمک می کند که این امر به تسهیل تنفس منجر می شود. دست های خود را بشویید. شاید دور از ذهن به نظر برسد اما شستشوی صحیح و مناسب دستها و به طور کلی رعایت اصول اولیه به ویژه در فصل آنفولانزا و اکنون با شیوع کرونا ویروس اهمیت ویژه‌ای برای حفظ سلامت ریه ها دارد شستشوی صحیح و مرتب دستها باعث می شود تا ویروس ها و باکتری‌هایی هایی که می به شدت به ریه های شما برسانند از بدن شما دور بمانند همچنین فراموش نکنید که برای دور نگه داشتن آن دسته از میکروب های مزر از سیستم تنفسی بدنتان حتما تلفن های همراه، هنسفری و هدفون های خود را به طور مرتب ضد و فونی کنید. تناسب اندام و فعالیت کافی داشته باشید. ورزش کردن برای ریه ها بسیار مفید است. ورزش باعث بهبود گردش خون و تقویت عضلات ما می شود. دو امر مهم که ریه های سالم برای انجام کار خود به آن نیاز دارند. به همین دلیل ورزش کردن به کارآمدتر شدن ریه ها کمک می کند. از رژیم غذایی سالم پیروی کنید. رژیم غذایی سالم و متناسب همان گونه که برای اعضا و ارگانهای مختلف بدن مفید است برای سلامت ریه ها هم اهمیت بسیاری دارد. مقادیر پایین و کمبود برخی از مواد مغذی خاص با بروز تعدادی از بیماری‌های ریوی مرتبط است. خوردن غذاهای سرشار از ویتامین‌های C، A و E و مواد معدنی شامل روی پوتاسیوم، سلنیوم و منگزیوم همگی به حفظ سلامت سیستم تنفسی شما کمک می کنند. فضای سبز را به خانه بیاورید. گل و گیاهان طبیعی و نه را در فضای داخلی خانه خود نگهداری کنید. نگهداری از گیاهان در خانه به دلیل توانایی طبیعی گیاهان برای از بین بردن برخی سموم از هوا، تأمین اکسیژن و کیفیت هوا را در محل زندگی ما افزایش می دهد. این امر خصوصا در ماهای زمستان اهمیت بیشتری دارد چرا که در ماهای سرد سال ما بیشتر وقت خود را به دلیل شرایط سخت آب و هوایی داخل خانه می گذرانیم. از استعمال دوخانیات جدا خودداری کنید. این نکته را مطمئنا بارها شنیدید که استعمال دخانیات اما از کشیدن سیگار، قلیان و محصولات مشابه مانند استفاده از آدامسهای تنباکو برای سلامت ریه و سلامت کلی بدن مضر هستند. دلایل علمی بسیاری وجود دارد که بر اساس آنها تمامی پزشکان و متخصصان سازمان بهداشت و درمان بارها بارها تاکید داشتند که ترک استعمال دخانیات موثرترین روش برای حفظ سلامت و تقویت سیستم تنفسی است. مرسی که با من همراه بودین در این روزها بیشتر مراقب خودتون و سلامتیتون باشین. این روزهای سخت هم میگذره. دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.